Allah'ım neydi günahım? Günahım neydi Allah'ım? سلام عرض میکنم خدمتتون مخاطبای خوبه تی وی پلاس شهر هولانیا هستیم، کشور ترکیه. از اولش داره خب آقا بایسا شما ترکی نخوندی؟ شما هم خود معرفی. من ترکی بخونم؟ من شاهر شکیبا هستم. من دیگه زد افراسیاب زمین بربری. خب شما یه توانایی دارید که خیلی جالبه، که میتونید تقلید کنید همه شخصیت ها رو. سه جواد رو میخواستم یه ذره تقلید کنی برام. خب من کار با دقت بریم. مخصوصا وقتی میخونه محسن. آها این از حد ای جان محسن چیکار کردی؟ یه بازی کنیم با هم دیگه. بفرما. سنگ کاغذ قیچی و هر کی برد یه خاطره خیلی جدید برام تعریف کنه. باخت. هر کی باخت خاطره تعریف کنه. بله. سنگ دو یک. سنگ کاغذ قیچی. خب یکی آقا دستش بریدم. سنگ کاغذ قیچی. یک. بله. بریم. سنگ کاغذ قیچی. دو یک آقای علی مردانی. سنگ کاغذ قیچی. دو بازی رو دو یا یک میرید به پنالتی وقت اضافه هم نداره. بازی رو یک برو بریم. سنگ کاغذ قیچی. یا الله سلام بده. سنگ کاغذ قیچی. بله میریم که بشنویم یه خاطره‌ای که تا حالا از جواد هاشمی نشنیدیم. ما حدود 20 سال پیش با ممرزا اردو میرفتیم، یعنی آره. بر بچه های کانون هور بودن و من یه پسر داشتم اون موقع. آقا 20 سال خیلی بیشتره. 74 اینا بود. 72 اون برا. آره راست. 3 سالش بود الان 3 سالشه. آره عزیزم. 24 سال پیش. 24 سال پیش. 24 سال پیش. رفته بودیم اردو. رفته بودیم اردو مشهد. رفته بودیم به اردو جمع کنیم بیاریم گردو. بعد بچه من عاشق ممرضا بود. منم عاشقش بودم و هستم. اصولا روی دوش ممرضا سوار می‌شدیم بر اون برمی‌رفتیم. یعنی قلمدوش. قلمدوش دوست داشت. آره. ممرضا هم هی من می‌شدم بابا اینقدر اذیت نکن خودم. گفت نه من راحتم. واقعا کیف می‌کردم. بابا من کیف می‌کنم فلان. همین داشتیم می‌رفتیم توی حسینیه بودیم حرکت می‌کردیم بریم برای حرم. درسته. من یه پرانتزی بگم. آقا سید چون مسئول همه ما بود داشت شروع میکرد که بچه ها رو نظام بده که آقا با هم باشین و بایستین همه با هم بریم. من گفتم آقا سید اجازه بدیم من جلو جلو قدم زنان میرم مسیر رو به سمت حرم. گفت خیلی خب بس آهسته آهسته برو ما میایم. ایشون ما رو جلوشه هست. آره داشت همجوری میرفت در حال رفتن بود ما هم پشت سرش داشتیم میومدیم. یهو دیدم یه جا ممرضا وایساد پاشم باز بود وایساد و برگشت برگشت و به ما نگاه کرد. من گفتم ممرضا جان چرا نمیدی؟ من فهمیدم. گفت چی اجازه بدید کارش تموم شه. من گفتم چی کارش تموم شه؟ نگاه کردم دیدم از زیر لباس ایشون از اینجا داره میچکه. بچه من داشت گریه میکرد. خودم از دوتر عمو منو بیاده کن. من نگفت که چیش داره بچه. خوب بود. فقط میگو من بیاده کن. اون موقعی که گفت محسن تا شدای من در می آورد دقیقاً عطف به 24 سال پیشه دقیقاً. محسن چی کار کردی؟ اینو هیچ جا نگفته بودم خداییش. آره راست میگه. این اولی بود. این اولی بود.